سلام، خوش اومدین. موافقید همه با هم دیگه که با یه پرتاب سه امتیازی شروع کنیم ویدیو رو؟ خب چون مخالفی نمیبینم، به منزله موافقت میبینم. یک پرتاب. فوریا به من گفت خوست پرتابات رو بیشتر اینم به خاطر فوریا ریگی که داداشت. اینم پرتاب آخر. نشد. شاید امروز روز من نیست. خب دختری پر استعداد و پر هنر. همینجوری داشتم اکسلر رد می‌شدم. دیدم چقدر این دختره کارش باحاله. فکر کنم قدیم ازش ریاکشن رفتم. یادم نمیاد. ترکی رو ریلیز کرده بود که فکر می‌کنم مطمئن نیستم. اولین ویدیوش بود. آلبومی که قبلا ازش شنیدیم. از سارینا عادت دارم تو ویدیو اسمش رو بگم. آلبوم بی تصویری بود و این اولین موزیک ویدیوش بعد از مدت‌ها غیبت. چمدون از سارینا که طبق چیزی که من تو اینستاگرام شنیدم خیلی آرمبی بود. به هر صورت قراره بریم کش کنیم ترکو دیگه. ما یه مش ایندیانا جونزیم که میرن ایندیا رو میجونزن. نمیدونم کجا رو کش کردن ایندیانا جونز، ولی خلاصه لایک و دیسلایک و این چیزا یادتون دیسلایک چرا؟ اون آخر ویدیوه. فورجی تو کامنت یادتون نره. چمدوناتون رو حاضر کنید که قراره بریم هم ترک رو بشنیم. دیرکتور کیارش سانگ رایتر سارینا راد، میوزیک پرودوسر نات شاین بیچ، میکس رو مستدیم امیر حسین توالی، آرتفوک راد اوت، دیستریبیوشن منیجر آرت آ. سایبر تراک بود اسم این؟ چی بود؟ تسلا. تصاویر هند هلد و شیکی. پشمام چه کادری. نور روی سابجکت از کجا افتاده؟ لباسم هنوز خیسه، نمیخوام خیلی سنگین شه، تا میکنم اشکام میریزه. تو میای اونم تو تاق و تو دستات، چند تا عکسمون و یه بیلیته میدی. به دلایلی یه پازی زدم، یه خود احساساتم فروکش کنه. ناش داشت اسنرا داره چک میدنه تو گوشم. چرا اقا غیر آرم بی اسنرا؟ هم کیک هم اسنر. شامی شدی تو چم جونم. دردور فرین میگه من میرم، دست توی دستبنده که منو یادت نره، ولی اگه من تو رو یادم بره چی؟ که منو یادت نره، اگه من یادم بره چی؟ اونجوری نگاه نکن، نمیتونم چیزی بهت بگم. رسیده ثانیه های آخر، چشم هم بزن. من رفتم کنار جام خالی میمونه. شامی شدی تو چمدونم.
بار فیلم برداری دادی. کات کات پشت به پرتاب زمدیازی فکر کن. خیلی خوب، چمدون زارینا خیلی نمیدونم واقعا چی بگم، ولی کاملا واضح بود دیگه از زبون دختری که باید بره و پارتنری که نمیتونه همراهش بره و اون اوورتینگ ها و اون دلتنگی که از اول کار شروع شده، این هنوز هیچی نشده، دلتنگی شروع شده و اون سختی رها کردن و رها شدن و اینجور چیزا کاملا مشخص بود تو تک، ایده تک، موتیف تک کامل مشخص بود. به نظر من اشاره به جزئیاتی که داشت مثل اون دستبند نقره سفید، بعد عرض میکردم اون اشاره به جزئیات مثل اشاره به چمدون، مثل دستبند نقره سفید و اینجور چیزا به نظر من جزئیاتی رو میساخت که برای به کل رسیدن، کلن جزئیات نیازه تا به کل برسید، به کل بخواید برسید. شما از کل نمیتونید به جز برسید. اگر میخواید راجع به یه حس دلتنگی بخونی، تا وقتی که از جزئیات اون دلتنگی خودت، تا حالا اون کسی که دلت واسه تنگ شده، مثلا میخواد خانواده بشه، میخواد دوست پسر، دوست دختر، شوهر، پارتنر، هر چی باشه، اگه از جزئیات نخونی من نمیتونم باور کنم، من شنونده نمیتونم باور کنم. و از اون طرف یه ترازویی هم هست که توی جزئیات بیش از حد نباید غرق شد و یعنی اون ترک قابلیت همزاد پندری نداره، من نمیتونم اون ترک رو بشنوم و تو ذهن خودم هم مثلا خودم رو بذارم جای خواننده. یه حد وسطی داره که به نظر من اینجا خیلی خوب رعایت شده بود. من توی رپ فارسی زیاد صحبت میکنم راجع به ترک های لاف سانگ و ایموشنال و به نظر من یه لنگویج مثلا استریوتایپی وجود داره واسه این که آدم ها عشقشون رو بیان کنن توی رپ فارسی و احساسشون رو بیان کنن توی رپ فارسی، رو نگم لزومن عشق، شاید احساس از دست دادنشون رو بیان میخوان کنن. این موضوع توی رپ فارسی که اینقدر ایده میاد و میره توش و اینقدر پول توش هست و اینقدر خلاقیت توش هست و اینقدر پویاست، تکراریه. چه برسه مثلا سین آرنبی و سین آرنبی که نداریم، سین های دیگه موسیقی فارسی که البته من نمیگم همه رو دنبال کردم و همه شون اینجوریان، نه، اما عمده چیزایی که به گوشم رسیده بجز یه عده انگشت شماری به نظر من شعرهای آب بسته شده ای دارن، شعراشون کمترین نقطه ای که واسه شون وقت گذاشته شده و واقعا مثلا روی تحریرها و روی راناشون و روی پرفورمنسشون مثلا بیشتر وقت میذارن. نمیگم فقط آرنبی منظورم نیست، آرنبی که سین نداره تو ایران، بیشتر منظورم ترک های پاپ فارسیه. شعر این ترک به دلایل ماورایی که نمیدونم چرا منو بسیار تاچ کرد. به نظر من جزئیات قلب بوسنده‌ای داشت که با ملودی و پرفورمنس سارینا خیلی تمیز در اومده بود. موزیک ویدیوش اما موزیک ویدیوی دزدنگ نیست. ببین این اون قربت رو به نظر من خوب نشون میداد ویدیوش. مثلا این ویدیو تو ایران جواب نمیداد، تصویرش تو ایران نباید گرفت.
اگر قرار تصویرش تو ایران گرفته شه ویدیو نسازی واسش بهتره. من دوست داشتم کادر وایدتر بیشتر باشه توش، به خاطر اینکه حس تنهایی خیلی بیشتر نشون میده. کادر بند زاویه فیلمبرداری از بالا خیلی حس تنهایی و مثلا دلتنگی و مثلا کوچیک بودن و خیلی بیشتر نشون میده. اما یه سری کادر رو من دوست داشتم، مثل کادری که فاصله بالای سر سابجکت مثلا زیاد بود. اینا کادرهای باحالی بودن، رنگ ویدیو یه رنگ غم انگیز مهالود باحالی داشت، یه گلوی باحالی داشت، گلو و بلر باحالی داشت. و همین، من خیلی آدم مناسبی واسه ریت کردن این موزیک نیستم، به دلیلی که حالا اگر نفهمیدید احساس میکنم از دوستای دیگتون تو کامنت بشنوید، خیلی منطقی تر باشه تا اینکه من بخوام بهتون توضیح بدم بیشتر از این. ولی شما نظرتون راجع به چک بنویسید. من خب طبیعتاً دوست داشتم، به جز یه خورده صدای چکداری که تو اسنر کیک و اسنرش می اومد که به نظرم خیلی با احساسات موزیک چی همخونی نداشت. من یه بعضی وقت فکر می‌کنم گنگستا تراپ دارم گوش میدم و یه سری چیزای ویدیوش بقیه‌اشو من خیلی دوست داشتم. میگم دست شما رو میبوسم واسه ریت کردن. میگم مثلا حواستون باشه زیر 8.5 ریت کنید با من طرف به دلایلها. مواظب خودتون باشید بچه ها، نظرتون حتما بنویسید، لایک کنید ویدیو رو اگه دوست داشتید، دیسلایک اگه دوست نداشتید، فورگنگ تو کامنت یادتون نره، سابسکرایب یادتون نره و تا ویدیوی بعدی.